اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران همچنان ادامه داره و بسیاری از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی و فرهنگی دولت محمود احمدی نژاد رو به رسمیت نشناختند. عده زیادی از روزنامه‌نگاران و فعالین مدنی همچنان در زندان هستند و متاسفانه اطلاع چندانی از وضعیت اونها در دست نیست. این در حالی است که به تدریج هویت گروهی از قربانیان رویدادهای اخیر مشخص میشه و خانواده‌های بسیاری در غم از دست دادن جوانانشون عزادار هستند. امشب با محسن مخملباف، کارگردان و فیلمساز برجسته ایرانی هستیم تا درباره رویدادهای مهم ایران صحبت کنیم. آقای محسن مخملباف، به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه در شهر پاریس با ما همراه هستیم. درود به شما و با درود به مردم شجاع ایران که فردا جمعه از سراسر ایران به نماز جمعه میرن تا رأی دزدیده شده خودشون رو از حکومت استبداد پس بگیرند. آقای مخملباف، بسیاری از مردم معترض هستن به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و همونجور که من توضیح دادم این دولت رو به رسمیت نمیشناسن. واقعا عملکرد یا کارکرد دولتی که در میان بسیاری از مردم خودش مشروعیت نداشته باشه چگونه خواهد بود؟ حقیقتش اینه که مردمی که 30 سال پیش عاشقانه انقلاب کردن، عشقشون امروز به نفرت بدل شده. دولت احمدی نژاد و حاکمیتی که آقای خامنه‌ای در رأسش قرار داره در 3 جبهه دچار مشکله. اول با مردم ایران این حکومت رو دوست ندارن. خیلی ساده است دیگه، اینو بچه ها می فهمن. احمدی نژاد و خامنه‌ای دوست داشتنی نیستن و هرچی اینا مردم رو سرکوب می کنن، زندان می کنن، شکنجه می کنن، به گلوله می بندن، این عشق به نفرت بیشتری تبدیل میشه. جبهه دومی که این حکومت مشکل داره جبهه داخلیش، سیستم ایران در حال فروپاشیه. شما میبینید روحانیت، میبینید سپاه پاسداران، میبینید حتی هنرمندانی که حمایت میکردن از این دولت دارن اعلام میکنن که این حکومت رو دوست ندارن. کسی دلش نمیخواد تو لیست قاتلا باشه و شب که میخوابه عذاب وجدان داشته باشه که آیا من هم همون شکنجه‌گرم، آیا من هم همون قاتلیم که ندا و سهراب رو کشتم. اینه که ریزش میکنن. در جبهه سوم، جبهه خارجه، مردم ایران در خارج این دولت رو دوست ندارن، تظاهرات میکنن، فریاد میزنن که احمدی نژاد رئیس جمهور ما نیست. رو افکار عمومی جهان اثر میذارن، افکار عمومی جهان رو دولت ها اثر میذاره و این حکومت رو تحت فشار قرار میدن و به رسمیت نمیشناسن. حالا دولت احمدی نژاد و حکومت آقای خامنه ای دیگه چه کار میخواد بکنه در مقابل مردمی که دوستش ندارن، در مقابل سیستمی که خودش اعتماد به نفسش رو از دست داده و در مقابل دولت‌های جهان که بسیج شدن از این باج‌خواهی کنن. البته این مورد رضایت ما نیست. ما به دنیا اعلام کردیم که در شرایط ضعفی که دولت ایران داره سرنوشت ملی ما رو معامله نکنید. ما مردم ایران دولت خودمون رو انتخاب میکنیم، رأیمون رو پس میگیریم و از منافع ملیمون دفاع میکنیم. این دولت در داخل و خارج مشروعیت و محبوبیتش رو از دست داده، برای همین دست به سرکوب میزنه و سرکوب نشانه شکستشه، سرکوب نفرت رو بیشتر میکنه، قصدش اینه که مردم رو بترسونه و ترس نفرت رو تشدید میکنه و مقابله با این ترس هم شجاعتی است که مردم نشون میدن، مردمی که فردا در نماز جمعه شرکت میکنن، فریاد میزنن نترسیم نترسیم ما همه با هم هستیم. این شعاری است که در واقع گم شده مردم ایران رو نشونشون میده که شجاعت بوده و مقابله با حکومتی که ترس رو توسعه میده. آقای مخملباف، پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری با شاهد حوادث و رویدادهای بسیاری بودیم، شاید فرصت خوبی باشه که یه توضیحی راجع به این جنبش سبز داشته باشیم. به راستی چه خصوصیات و ویژگی هایی داره و درخواست ها و مطالبات اون چیه؟ ببینید، جنبش سبز رو اگر از ظاهر شروع کنیم، اسمش دیگه در داخل ایران و دنیا تثبیت شده، جنبش سبز. علامتش هم رنگ سبزی است که خب هر ایرونی
به دستش میبنده، یا ویز که مثل اسم شب استفاده میشه، هر ایرونی به هر ایرونی وقتی این علامت رو میده همه میفهمن که با هم هستن و علامت جنبشه. این جنبش مطالباتش اول سرنگونی حکومت کودتاست و این روزها خب بیشتر شده، آزادی زندانیان سیاسی، جلوگیری از شکنجه، پس گرفتن شهدا از دست گروگانگیران ملت و در نهایت مطالبه مردم ایران آزادی است و سرنگونی استبداد دینی و غیر دینی. این جنبش رهبریش مینیمم آقای موسوی رئیس جمهور منتخبشه. هر موقعی که آقای موسوی امکانش رو داره مردم رو در واقع جنبش رو رهبری میکنه، معنیش این نیستش که ما قرار آقای خامنه ای رو از ولایت فقیه بندازیم و یک ولی فقیه دیگه بگذاریم. نخیر، این دوران تمام شد. ما قراره که از این به بعد رئیس جمهورایی داشته باشیم که 4 سال رئیس جمهور ایران باشن، بعد اگر مردم دوست داشتن عین تمام کشورهای دموکراتیک دیگه دوباره یک رئیس جمهور انتخاب کنن. ولی در حال حاضر رهبر جنبش آقای موسوی است. هر موقعی که ایشون امکان ارتباط با مردم رو دارن برای مطالبات مردم، جنبش رو رهبری میکنن. ولی ایشون با درایت کامل به مردم گفتن که هر وقت فرصتش نیست، امکان ارتباط با مردم نیست، این مردمن که جنبش رو رهبری میکنن. به عنوان مثال فردا نماز جمعه رو خود جوانها پیشنهاد میکنن و آقای موسوی به دنبال مردم به عنوان یک حلقه ای از این زنجیره سبز به جنبش میپیونده. گاهی رهبری جلوه مثل آقای موسوی، گاهی رهبری در دست مردمه. یا مثلا دوشنبه‌ای که تظاهرات وسیع شد 2-3 روز بعد از نتیجه انتخابات، دیدید که آقای موسوی به دنبال رهبری مردم رفت. این شیوه بسیار مناسبی است برای این جنبش. رهبری که نمیتونن با دستگیری از بینش ببرن، یک تشکیلات کاملا زنجیره‌ای. همونجوری که دیدید در خیابون ولیعصر جوونا جمع شدن، کیلومترها دستشون رو به دست هم دادن، هر کسی شد یک حلقه ای از این زنجیر، برای اینکه ما یک تشکیلاتی داشته باشیم شبیه کنگره آفریقای جنوبی که هر کسی باید. هم سرباز بود هم رهبر بود. در این صورت این جنبش رهبریش اگر دستگیر شه، اگر مثل آقای منتظری در شرایط حصر خونگی قرارش بدن، در دست جوانایی است که با شجاعتشون رهبری این جنبش رو تعریف میکنن. رهبران این جنبش گاهی نداست، گاهی سهراب، گاهی دانشجوان و در کل مردمی هستند که هر روز با هوش خودشون روش‌های جدیدی رو برای رسیدن به آزادی و دموکراسی مطرح میکنن، مثل جوانایی که فردا ما رو دعوت کردن برای نماز جمعه.